تجمع کارگران شرکت‌های تابعه ذوب آهن اصفهان با شعار روحانی روحانی خجالت خجالت. درگیری مسلحانه مردم روستای خسرج اهواز با ماموران سرکوبگر انتظامی، درگیری دستفروشان بازار دهلوران با ماموران غارتگر رژیم، گوشمالی دادن ماموران سرکوبگر توسط جوانان قزوینی و اعتراضات دانشجویی و کارگری در تهران، اصفهان و قزوین. تعداد زیادی از کارگران شرکت‌های سایا، قطران و نسوز از ذوب آهن اصفهان روز یکشنبه ششم بهمن ماه با دادن شعار روحانی روحانی خجالت خجالت در مقابل اداره کار اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. بیش از 600 تن از کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان روز سه‌شنبه 8 بهمن در اعتراض به بازداشت همکاران خود در مقابل مسجد کارخانه تجمع کردند. کارگران زندانی در تماسی گفتند دشخیمان با آنها به طرز وحشیانه‌ای برخورد می‌کنند. بیش از 2000 تن از کارگران معدن چادرملو در اردکان در اعتراض به حکم اخراج بهرام حسنی نژاد نماینده کارگران اعتصاب کردند. مردم روستای خسرج از توابع شهر اهواز روز دوشنبه 7 بهمن ماه با ماموران نیروی انتظامی که قصد دستگیری شیخ این روستا را داشتند درگیر شدند. مامورین وقتی مقاومت مردم را دیدند به سمت مردم تیراندازی کردند. اهالی خشمگین روستا نیز سلاح‌های خود را بیرون آورده و به طرف مامورین و خودروهای آنها شلیک کردند. ماموران سرکوبگر انتظامی پس از آنکه خساراتی به خودروهایشان وارد آمد از ترس بالا گرفتن درگیری صحنه را ترک کردند. دستفروشان بازار دهلوران روز دوشنبه 7 بهمن با ماموران سرکوبگر انتظامی و شهرداری که قصد جمع کردن اجناس و مصادره تنها دارایی آنها را داشتند درگیر شدند. در این درگیری یکی از ماموران انتظامی و یکی از ماموران شهرداری مجروح شدند و از ترس خشم دستفروشان و مردمی که در صحنه بودند پا به فرار گذاشتند. یک شنبه شب ششم بهمن ماه چند جوان قزوینی در یکی از محلات این شهر با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند و آنها را گوشمالی دادند. در این درگیری دو نفر از ماموران مجروح و خودروی آنها نیز تخریب شد. درگیری هنگامی آغاز شد که ماموران رژیم به بهانه واهی قصد بازجویی و دستگیری این جوانان را داشتند. جوانان اهواز به تشکیل زنجیره انسانی در روز پنجشنبه 10 بهمن فراخوان دادند. این زنجیره انسانی قرار است در ساحل کارون، سمت امانیه، روبروی سیلو و در اعتراض به فروش و انتقال آب کارون توسط رژیم آخوندی برگزار شود. اعتصاب قضای زندانی سیاسی کرد ایرج محمدی در زندان زاهدان همچنان ادامه دارد. وی در اعتراض به رفتار دشخیمان و انتقال به سلول انفرادی 17 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. خسرو حیدریان کارگر اخراجی فولاد مبارکه از اهالی نجف آباد اصفهان روز یکشنبه ششم بهمن در اعتراض به بیکاری و فقر شدید خود را از طبقه پنجم یک آپارتمان نیمه کاره به پایین پرتاب کرد و جان سپرد. این کارگر به جان آمده نامه‌ای نوشته بود و در بیش از 100 نسخه کپی کرده بود و هنگامی که خود را به پایین پرتاب می‌کند نامه‌ها پخش می‌شوند. در این نامه او گفته است همه بدانند که خون من بر گردن حاکم بزرگ این مملکت است که به رغم روزی 14 ساعت کار نمی‌توانم وام‌های خود را پرداخت کنم.